خب یه کمپرسور 25 تن کوپلن داریم. این کمپرسور رو داریم باز میکنیم. اولین گام پیدا کردن علتهای خرابی هست. در مرحله بعد برآورد خرابی ها و تعمیرات. اولین گام میایم سر والو پلیت های کمپرسور، میبینیم که سیاه کرده، بیش از حد گرم شدن اتفاق افتاده، پس دمای دیسشارج بالا بوده. والو پلیت این سمت کمپرسوره، این والو پلیت هم مربوط به این سمت کمپرسور، این سمت آنلودر داره، این سمت بدون آنلودر. نکته، والو پلیت سمت آنلودر دار میبینید چقدر کثیفه؟ یعنی روغن و گاز تجزیه شده، بر روی نگه دارنده و سوپاپ ها نشسته، اما این ور تمیزتر هستش. لطفاً علت این اتفاق رو برای ما توی کامنت ها بنویسید. میایم سمت اویل پمپ. بوش در عقب مقداری خورده شده. برای اینکه متوجه بشید که میزان خوردگی بوش چقدر هست، باید از ساعت استفاده بکنید، داخل سنج، دیل گیج. اما میتونید با دست هم میزان لقی رو تجربی حس بکنید، اما میزان دقیق نمیده. در عقب خورده شده، چرخ دنده های اویل پمپ کشیده شدن روی در عقب، اما سمت داخل اویل پمپ خورده نشده. پس اویل پمپ فقط در عقبش سنگ میخواد و خود اویل پمپ سالم هست. خب این یه نکته خوبیه. میایم سمت روتور. سمت روتور یه نکته داره. فیلر 2/10 یک سمت میخوره، فیلر نزدیک 5/10 یک سمت دیگه. یعنی روتور مرکز استاتور نیست. این میتونه ناشی از خوردگی بوش وسط باشه، بوشی که اینجا قرار داره و همینطور شاتون ها. پس بوش وسط ما خوردگی داده، با اون که بوش در عقب ما خوردگی آنچنانی نداره، اما بوش وسط باید تعویض بشه. سوپاپ ها هم همینطور. باید باز بکنیم کمپرسور رو ببینیم آیا پیستون ها و شاتون ها نیاز به تعویض دارن یا نه. اما این سوال ما رو لطفاً جواب بدید، چرا این والو پلیت توش تجزیه گاز و روغن اتفاق افتاده اما تو این یکی اتفاق نیفتاده؟ والو پلیت سمت ترمینال برق که آنلودر داره این اتفاق براش افتاده.